به کانال دلتا مدیا خوش آمدید. اگر عضو کانال یوتیوب دلتا مدیا نیستید، لطفاً زنگوله زیر ویدئو رو کلیک یا سابسکرایب کنید تا از تازه ترین خبرهای فوری روز دنیا مطلع بشید. با ما همراه باشید. کلیه فروشی برای زنده ماندن ماهی‌های سپیدرود. خبر فوری. تیم ریشه‌دار و محبوب رشدی‌ها این روزها شرایط عجیب و باور نکردنی را دنبال می‌کنه و جالب اینه که هواداران معتصبش اقدامی باور نکردنی برای زنده نگه داشتن اون رو در پیش رو گرفتن. سپیدرود رشد تیمی با قدمت بیش از نیم قرن که 3 سال پیش پس از 20 سال موفق به حضور در سطح اول فوتبال ایران شده بود، این روزها حال مساعدی نداره. تیم 15 امتیازی که با پایان نیم فصل اول که فقط 2 پله و 8 امتیاز با قهر جدول لیگ آزادگان فاصله داره و نگرانی زیادی بابت سقوطشون به لیگ دسته دوم شکل گرفته، وضعیت نابسامان شرایط فنی و مالکیتی سپیدرود دلیلی شده تا هواداران این باشگاه در اقدامی خودجوش و باور نکردنی برای حل مشکلات تیمشون دست به اقدام عجیبی بزنند. طی چند روز گذشته فضای مجازی به خصوص اینستاگرام محل مناسبی برای اظهار نظر طرفداران تیم سپیدرود شده تا برای حل بخشی از مشکلات مالی تیمشون درخواست فروش کلیه رو بازتاب بدهند. این تصمیم اگرچه غیر واقعی و احساسی به نظر میرسه، اما کاملا جدی از سمت هواداران دنبال شده و آنها درخواست خود را در سایت‌های اهدای کلیه هم ثبت کردند. چرا هواداران سپیدرود دست به چنین اقدامی زدند؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت پنجره نقل و انتقالاتی تیم سپیدرود برای نزدیک به 2 میلیارد بدهی بسته شده که تمامی اون برای فصول گذشته است. به قدری بدهی های این باشگاه در سالهای گذشته روی هم انباشته شده که بسیاری از زمان حضور این تیم در لیگ دسته دوم هم در صف طلبکاران هستند. به مانند یکی از دستیاران فرشاد پیوس در لیگ دسته دوم که یکی از شاکیان سپیدرود است. سپیدرود باید این پول را بپردازد تا محرومیت لغو شده و فعالیت در پنجره نقل و انتقالات را آغاز کند. طبق جلساتی که افشین ناظمی به عنوان مدیرعامل باشگاه با استاندار و شهردار رشت داشته، آنها خواستار تعیین میزان دقیق بدهی باشگاه شدند. کمیته تعیین وضعیت به سپیدرود اعلام کرده آنها با پرداخت حتی بخشی از این بدهی می توانند رضایت طلبکاران را جلب کرده و پنجره نقل و انتقالات را باز کنند. قرار بوده شهرداری مبلغی معادل 450 میلیون تومان به عنوان اسپانسر معنوی به عنوان هزینه های لوجستیکی اهدا کنه که تا زمان تصویب این لایحه و موافقت شهردار و فرماندار فرصت پنجره نقل و انتقالات به پایان میرسه. دوستان عزیز، ممنون که با این ویدیو ما را همراهی کردید. لطفاً این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک در بین گروه‌ها منتشر کنید و لطفاً روی کلمه سابسکرایب که کنارش علامت زنگوله هست کلیک کنید تا به عضویت کانال دلتا مدیا در بیایید تا زودتر از بقیه از خبرهای فوری روز دنیا مطلع بشید. با تشکر از همراهی همیشگیتون.